به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. پس از دیدار هیئت سازمان همکاری های اسلامی با شماری از مقام های طالبان، این سازمان میگوید که آموزش وظیفه اسلامی برای زنان و مردان است. سازمان همکاری های اسلامی چهارشنبه در اعلامیه گفته که هیئت از این سازمان در چند روز گذشته با مولوی حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان و مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی این گروه در مورد آموزش و تحصیلات دختران در افغانستان گفتگو کرده است. در اعلامیه این سازمان آمده است: در این دیدارها هر دو طرف تاکید کردند که تحصیل با اجماع همه علمای یک واجب اسلامی برای مرد و زن است. طبق اعلامیه طالبان به هیئت سازمان همکاری های اسلامی گفتند که رژیم آنان در تلاش فراهم سازی نصاب درسی و فضای مسئول برای دختران است. در اعلامیه همچنان آمده است: هیئت بر لزوم انجام تمام تلاش ها برای توانمندسازی پسران و دختران برای ثبت نام در سطوح تحصیلی و تمام تخصص های مورد نیاز مردم افغانستان در این مرحله اساس از تاریخ تاکید کرد. در این حال طارق علی بخیت نماینده دبیر سازمان همکاری های اسلامی در امور افغانستان چهارشنبه با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در کابل نیز دیدار کرده است. رد رهاسازی تسلیحات ایالات متحده در افغانستان در هنگام خروج. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که آمریکا هیچ گونه تجهیزات نظامی برای سازمان‌های تروریستی در افغانستان را باقی نگذاشته است. اظهارات وی پس از آن بیان شد که انورالحق کاکر نخست وزیر پاکستان و مسعود خان سفیر پاکستان گفته که سلاح‌های بجا مانده از آمریکا به دست تروریست‌ها افتاده است. کربی گفت که ایالات متحده تنها مقدار محدود تجهیزات و هواپیما در کابل باقی گذاشته است. او گفت که آمریکا در میدان هوایی موترهای باربری و تجهیزات فنی و آتش نشانی را جا گذاشته است. وقتی یک روزنامه نگار توجه خود را به گزارش های جلب کرد که 7 میلیارد سلاح در افغانستان به دست تروریست‌ها رسیده است، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که تجهیزات نظامی مورد بحث در واقع به نیروهای دفاعی افغانستان تحویل داده شده است. کربی گفت که تمام آن تجهیزات نظامی برای نیروهای دفاعی افغانستان بود، زیرا این ماموریت ایالات متحده بود که ظرفیت آنها را ایجاد کند و آنها را قادر سازد تا خودشان مسئولیت امنیتی کشور را انجام دهند. او گفت که خود نیروهای افغان این تجهیزات را رها کردند. و در پایان، نامزد انتخابات 2024 آمریکا جیم مارتر، یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، میگوید که از ارائه کمک‌های کشور از به افغانستان زیر سلطه طالبان حمایت نمی‌کند. بالودپیدیا روز پنجشنبه به نقل از جیم مارتر گزارش داده است که وی این اظهارات را هنگام اعلام پیروزی‌اش در انتخابات پیشروی آمریکا بیان کرده است. جیم مارتر تصریح کرده است: من از کمک به افغانستان در حالی که طالبان کشور را اداره می‌کنند حمایت نمی‌کنم. آنان به حاشیه راندن زنان ادامه می دهند. ما نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم که کمک ها به گرسنگان و کسانی که نیاز به مراقبت های صحی دارند می رسد. وی از رقیب دموکراتش لورن آندروت خواسته است که موقف خود را در زمینه ارائه کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولت کنونی آمریکا به رهبری بایدن و رای دهندگان این کشور روشن سازد. مارتر با تروریست خطاب کردن طالبان گفته است: امروز من از لورن آندروت می خواهم که برای دهندگان خود و مردم آمریکا اطلاع دهد که آیا در برابر کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا از طریق حمایت جهانی بشردوستانه سازمان ملل متحد خواهد ایستاد یا خیر. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان قرار است برای جایگزینی لورن آندروت از حزب دموکرات در ایالات ایلینوی این کشور نامزد شود. ایلینوی یکی از دموکرات ترین ایالت های آمریکا است که در نیم قرن اخیر دموکرات ها پیروز انتخابات های این ایالت بودند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.